و همدیگه گفتن روا داشتن، یعنی به نوعی آقای احمدی نژاد بیان کردن که این افرادی رو که شما به عنوان مفسد میشناسید، مفسد اقتصادی، کسانی بودن که در دوران شما و به دلیل حضور شما این ثروت ها رو به دست آوردن، من فقط اینا رو آوردم توی جمع خودم. به برنامه کاندیدای دیگه اگه بپردازید ممنون میشم. ببینید از اونجایی که وقتم بسیار محدود است و اینا، برنامه کاندید دیگه آقای کروبیه. حالا آقای رضایی رو فعلا صحبت نمی‌کنیم چون وقتم نیست، لزومی هم نداره. حالا به همه اینا ندارم ببینید در رابطه با آقای کروبی هم که صحبت از حقوق بشر کردن و دموکراسی کردن و اینا که اگر من بیایم اصول 12 و 13 و 19 و 20 قانون اساسی رو رعایت خواهم کرد، باید به ایشون گفتش که درست مسئله تبعیض حقوقی میان زن و مرد و اقوام و غیره و ادیان در همون اون اصول نهفته است. یعنی شما اگه اونا رو بخوای خیلی با دقت پیاده بکنی وضع بدتر میشه. اون اصول قانون اساسی هست که در واقع زمینه حقوقی و اساسی تبعیض‌های حقوقی میان زنان و مردان و تبعیض حقوقی میان ادیان و شیعیان هست. در نتیجه هیچ جای این که اونو بخوای شما درست بکنیست. اما ایشون حالا به اونم کاری ندارم چون صحبت ها زیاد هست و اینا، یه منشوری منتشر کردن تحت عنوان منشور زندگی و حقوق بشر که داره 10 اصله. من یکی دو تا اصلشو میخونم برای شما توضیح میدم که این صحبت هایی که ایشون میکنه واقعیت نداره، اصلا با موقعیت و حدود اختیارات و وظایف ایشون نمیخوره که بخواد این کارا رو بکنه. در نتیجه این حرفا حرفای مسئله رأی گرفتنه. ایشون میگه ما خواهان کرامت انسانی هستیم. خب کرامت انسانی یعنی چی؟ حداقل در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی کرامت انسانی رو ما دیدیم چه بوده از طرف اینها، به اضافه این که بهشت زیر پای مادران رو هم زنان ایران در این جمهوری اسلامی و کرامت اینها تجربه کردن. یه حرف بسیار باز. دومی که اگه شما طرفدار حقوق بشر هستی، اعلامیه جهانی حقوق بشر که معنای مشخص داره و دولت ایران هم که اونو امضا هنوز اون زیر هست، خب چرا اونو نمیپذیری، اونو نمیخوای اجرا کنی، رفتی یه دونه منشور زندگی و حقوق بشر جدید ورش نوشتی که معلوم نیست چی چیه حالا میخوای بگی. حالا نوشته که دوم، ایشون خواهان نشر کتاب و مطبوعات و رادیو تلویزیون خصوصی است. ببینید نشر کتاب و مطبوعات و غیره، آنچه که مربوط به اسلامی بودن و حکومتی بودن اینا هست که آزاد هست. آنچه که ممنوعه وزارت ارشاد نظر مخالفان رو ممنوع میکنه، چک میکنه، درسته؟ شما اگر میخوای این نشر کتاب و اینا آزاد بشه، وزارت ارشاد رو میخوای چیکار کنی؟ کیو میخواد ارشاد بکنه؟ جمهوری اسلامی وزارت ارشاد رو برای ممیزی کدوم کتاب و نظر و غیره میخواد؟ دانش کاملش اگر اشتباه نکنم وزارت ارشاد اسلامیه. اسلامیه، بله. بعد نوشتن که اگه من بیایم اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی. آقای رئیس جمهور سوال من اینه، شما طبق کدوم قانون حق داری نظارت استصوابی رو حذف کنی؟ حد اکثر شما میتوانید، الان هم میتونی، حتما نباید توی دولت باشی، شما الان میتوانید نه لایحه بلکه یه پیشنهاد به مجلس ببری، میشود برد. خب شما بخوای اون زمان به عنوان رئیس دولت یه لایحه ببری مجلس که نظارت استصوابی لغو شه، مجلس باید اینو تصویب بکنه. بعد که تصویب کرد که نمیکنه، باید بره شورای نگهبان بپذیره. شورای نگهبان هم قانون برخلاف خودشو نمیپذیره. میونه حرف شما آقای کروبی زمانی که رئیس مجلس بودن چرا این کار رو نکردن که الان که اونها رئیس جمهور شدن؟ حالا فرض بر این بذاریم که مثلا عوض شدن بعد از 4-5 سال، فرضاً من نمیخوام حالا مرتب خشخاش اونطوری بذارم اینا. ببینید ایشون از جمله دیگه مسائلی که میگه جلوگیری بکنن از تبعیضات جنسیتی. بسیار حرف خوبیه. شما بخوای از تبعیضات جنسیتی به عنوان رئیس جمهور جلوگیری بکنی، چگونه تبعیضات جنسیتی قانونی رسمی علنی در قانون اساسی است؟
یعنی اصل اساسی تساوی حقوقی انسان‌ها در برابر قانون رو قانون اساسی نمیپذیره. و اگر که قراره در واقع این تبعیض جنسیتی با تغییر قانون اساسی انجام بگیره، شما چگونه میتوانید قانون اساسی رو تغییر بدید؟ برای اینکه قانون اساسی برای تغییرش نیازمند کمیسیونی است که اعضاشو رهبر تعیین میکنه و نه شما. دانش این حرفا همش حرفه برای جلب آرای مردمه، وگرنه شما به عنوان رئیس جمهور هیچ قدرت و اختیاری برای حل یکی از این مشکلات ندارید. خب یکی دو تا هم هست، از جمله این هستش که مثلا بیا امنیت شغلی. خب آره، حالا امنیت شغلی هم اینطوری نیستش، شما ممکنه لایحه‌ای به مجلس ببری، البته احتیاج نیست اینطوری هم چیز باشه، میشه وزارت کارتون به کارفرماها دستور بده که مثلا کارگرایی که در بخش ساختمانی کار میکنن بهشون کلاه خود بده که آجور افتاد قانون کار این رو داریم البته آره اجرا بکنن اینا. ببینید اینا در نتیجه مجموعه اینا رو که من بررسی میکنم حرف تو خالیه، در حد همون شعار 50,000 تومانی، در حد همون شعاراست، در حد همون سخنانیست که آقای خاتمی زدن در رابطه با آزادی که بعدن گفتن من منظورم آزادی نفس، تزکیه نفسه، در زمینه جامعه مدنی که بعدن گفتن که منظورم مدینت النبیه، توجه میکنی؟ در رابطه با آزادی زنان و حقوق زنان گفتن که منظورم همون حقوق مندرج در شرعه. خب بازم همین داستانا، تازه قدرت آقای خاتمی رو هیچ کدوم از اینا آقایون ندارن، حمایتی که ازشون میشد از بله چه دلیل؟ بعد از آیت الله خمینی قدرتمندترین فرد از نظر کسب آرا و حمایت جهانی آقای خاتمی بود که در نهایت گفت بنده اشکارم و تدارو. متاسفانه وقت برنامه به اتمام میرسه، اما هنوز یک سوال کوتاه باقی مونده. آقای دستمانچی، آقای شما در انتخابات شرکت میکنید تا گونی های سیب زمینی، تراولر های 200,000 تومانی، روغن و انواع و اقسام پیشنهادات نامزدهای ریاست جمهوری رو دریافت بکنید؟ من شرکت نمیکنم در انتخابات. نخیر آقای دستمانچی، نیازی به تراولر و سیب زمینی و روغن ندارند. شما چطور بینندگان عزیز؟ به شما توصیه اکید میکنم اگر اجازه داشته باشم که حتما مناظره آقای احمدی نژاد و آقای موسوی و همینطور آقای کروبی و آقای احمدی نژاد رو اگر ندیدید حتما ببینید. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.